ضمن سفارش خود و همه شما به رعایت تقوا و پرهیزگاری و التزام و تمسک به دین و شریعت الهی، در ادامه بحث دو جمعه قبل پیرامون سخنان خیر که از انسان مسلمان انتظار است و محورهای خیری که در قالب گفتار باید ادا شود، گفتیم خداوند سه محور خیر را به عنوان محورهای اساسی گفتار برای ما بیان کرده است که میتواند محور سخنان یک انسان خیر دوست باشد. امر به صدقه و تشویق و ترغیب بر صدقه و انفاق، و دوم امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با مظاهر فساد و منکرات، و سوم امر به اصلاح در جامعه، اصلاح بین انسانها. این سه محور خیر را خداوند برای انسانهای مؤمنی که میخواهند سخن خیر بگویند بیان نموده است که بعضی از این مباحث را بیان کردیم و باقی مانده آن را انشاءالله باز بیان خواهیم کرد. در ارتباط با امر به معروف و اهمیت آن سخن گفتیم که انسان مسلمان باید در جامعه نسبت به جامعه خودش احساس مسئولیت داشته باشد. امر به معروف و نهی از منکر را خداوند به عنوان یک وظیفه اجتماعی و یک فریضه دینی برای همه مؤمنان بیان فرموده است. چه مردان و چه زنان موظف به این وظیفه هستند به نص قرآن، موظف به این هستند که در قبال دیگران احساس مسئولیت کنند، امر به معروف و نهی از منکر کنند. بزرگترین مظهر منکر این است که انسان در جامعه‌ای که به عنوان یک فرد مسلمان در آن زندگی می کند انسان بی انضباطی باشد در دین خودش. کلاس دین شاگرد بی انضباط نمی خواهد. انسان مسلمان باید انضباط دینی را رعایت بکند، یک فرد منضبط و ملتزم از لحاظ دین باشد، و اگر غیر از این باشد باید با او مقابله بشود. چون این میتواند ضربه سهمگینی بر پیکر اسلام وارد بکند. اگر جامعه اسلامی دچار رکود در درون بشود، دچار پوسیدگی و فرسودگی و ریزش از درون بشود، مثل یک تخته‌ای هست که از درون دچار خوردگی و پوسیدگی شده است که دیگه نیاز به اره ندارد برای بریدن آن، با یک فشار خیلی راحت، فشار اندک خرد می شود. اگر جامعه اسلامی دچار ریزش و پوسیدگی از درون بشود و مظاهر فساد و منکرات، یعنی پوسیدگی از درون، یعنی ریزش در درون جامعه که میتواند جامعه را در معرض خطر و تهدید قرار بدهد، همه مسلمانان را، همه امت را، اگر قرار باشد افراد امت انضباط دینی نداشته باشند دیگه امتی باقی نمیماند که. کجا میتواند این امت علمدار دین خدا باشد، پرچمدار دعوت اسلامی باشد؟ امتی که از درون پوسیده شده است، کجا انتظار است که در جبهه بیرونی در مقابل دشمنان خودش بایستد، در مقابل دشمنانی که چنگ و دندان نشان میدهند، شاخ و شانه میکشند علیه مسلمانان؟ این است که باید جامعه در وهله اول از درون اصلاح بشود و با فریضه امر به معروف و نهی از منکر این مهم قابل تحقق است. با ادای این فریضه که هر کس نسبت به دیگران احساس مسئولیت بکند. اینکه انسان ادعا بکند، حرف بزند، شعار بدهد، خود را مسلمان معرفی بکند، اما عملا پایبند نباشد به دین، این مایه خشم و غضب خداوند است. همینطوری انسان خود را وصل بکند به اسلام بدون هیچ پایه و اساس،
یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا میگویید آنچرا که انجام نمیدهید؟ خشم بزرگی را در بر دارد نزد خدا که بگویید آنچرا که انجام نمیدهید. یعنی انسان ادعا بکند اما پایبند نباشد، ادعای اسلام بکند اما پایبند به دین خودش نباشد. یکی از منکرات خطرناکی است که مبارزه با آن جهاد نامیده می شود. در تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اگر دقت بکنید، مبارزه با این قبیل افراد را که خودشان را همینطوری می خواهند به اسلام وصل بکنند و نسبت بدهند، افراد بی پایه و اساس که حرفشون غیر از رفتارشون هست، رفتارشون غیر از شعارشون هست، ادعا می کنند اما عمل نمی کنند، مبارزه با اینها را جهاد معرفی کرده است. و همون مراحل امر به معروف و نهی از منکر که در حدیث قبلا بیان کردیم، حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه که هر کس منکری را ببیند با دست یا زبان یا قلب نسبت به اون عکس العملی نشون ندهد، این فرد فاقد ایمان است و ضعیفترین مرحله ایمان همون عکس العمل قلبی است، انکار قلبی در مقابل منکرات. همون مراحل را رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تحت عنوان جهاد با تعبیر کلمه جهاد در مقابل این گونه افراد بیان کرده است. ما من نبی بعثه الله فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون و اصحاب یأخذون بسنته و یقتدون بأمره. می فرماید هیچ پیامبری نبوده است که قبل از من مبعوث بشود مگر اینکه از امتش یک یاران خصوصی داشته از اون پیامبر، اصحاب و یاران خاص و مخلص که امر او را به دستور او عمل بکنند و به سنت و راه و روش او پایبند باشند، اقتدا بکنند به او. اینها بودند که بر دست آنها دین به ما بعد رسید. یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم با این روحیه بود، با این پایبندی و التزام و این اخلاص دین را به ما رسوندند، با این احساس مسئولیت و با این انضباط دینی بود که دین به ما بعد آنها رسید. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف. ولی بعد از این افراد مخلص، افراد ناخلفی می آیند بعدها، یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون، که ادعایشون غیر از رفتارشون هست و شعارشون عملی در بر ندارد و عملی انجام می دهند که دستور نیست، دستور خدا نیست. یقولون ما لا یفعلون، انجام میگویند آنچه که انجام نمیدهند، و یفعلون ما لا یؤمرون، و انجام میدهند آنچه که به اون امر نمیشوند. یعنی رفتار و گفتارشون با هم نمیخواند. فمن جاهدهم بیده فهو مؤمن و من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن و من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. هر کس با این افراد با دست جهاد بکند مؤمن است، با زبان جهاد بکند مؤمن است، با قلب جهاد بکند یعنی در مقابل اونها قلبا ناراحت بشود و عکس العمل نشان بدهد، باز هم مؤمن است، حداقل ایمان را دارد. ولیس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. بعد از این مرحله به اندازه دانه خردلی هم ایمان وجود ندارد، دیگه فرد فاقد ایمان است اگر هیچ گونه عکس العملی نشان ندهد. بنابراین قضیه امر به معروف و نهی از منکر برای زدودن این مظاهر خلاف در جامعه، این ناهنجاری ظاهری در جامعه که افرادی منتسب به اسلام باشند اما وصل نشوند به اسلام، عملا وصل نباشند، فقط به نام و ادعا و شعار خود را به دین نسبت بدهند، به امت نسبت بدهند. هر رنجی کشیده است امت از این گونه افراد کشیده است، همه دردها و محنتها از این قبیل افراد است.
افراد بی انضباطی که چیزی حالشون نیست، فقط نام و عنوان میخواهند از دین.